معمولاً چقدر سگتون رو برای پیاده روی بیرون میبرید؟ میزان بیرون بردن سگ به عوامل مختلفی بستگی داره. نژاد سگ، سن و سطح انرژی حیوان رو باید در نظر بگیرید. برخی از سگ‌ها ذاتاً ورزشکارن، اما برخی دیگه تنبل هستند. البته این مسئله به نژاد سگ‌ها یا اولویت فردی هر سگ بستگی داره. سگ‌های جوان‌تر انرژی بیشتری دارند و نسبت به سگ‌های میانسال و بزرگتر به تمرینات بیشتری نیاز دارند. سگ‌های جوان‌تر در مقایسه با سگ‌های پیر بیشتر دوست دارن بازی کنن، اما گاهی اوقات استثناء هم وجود داره. سگ‌های میانسال یا پیر ممکنه دچار آرتروز، آتروفی عضلات یا بیماری‌های کمکاری تیروئید و دیابت باشن که باعث کاهش انرژی و فعالیتشون میشه. بعضی از اونها ممکنه از نظر روانی دوست داشته باشن که فعالیت کنن، اما از لحاظ جسمانی توان کافی نداشته باشند. لطفاً اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، کلید سابسکرایب رو بزنید و ویدیوهای ما رو در مورد نگهداری و تربیت حیوانات خانگی و پرندگان زینتی دنبال کنید تا کلی مطالب جدید یاد بگیرید. خب، برگردیم به موضوع این ویدیو. سگ شما به چه میزان تمرین روزانه نیاز داره؟ بیشتر سگ‌ها در صورتی که شرایط جسمانی و بدنی خوبی داشته باشن، میتونن 20 تا 30 دقیقه در روز پیاده روی داشته باشن. بعضی از سگ‌ها که از بنیه جسمانی خوبی برخوردار هستن تا 2 ساعت در روز و یا بیشتر هم میتونن پیاده روی کنند. در پیاده روی با سگ‌ها جالبه بدونید که اونها هم احساس خوشنودی میکنن وقتی میبینن که صاحبشون در حال پیاده روی با اونهاست. گاهی پیش اومده که به علت بیتوجهی صاحب سگ به اون اعتماد به نفس سگ پایین اومده و تا چند روز با صاحبش به صورت غریبانه در قهر بوده. علاوه بر پیاده روی، سگ‌ها دوست دارن با صاحبشون بدوند. دویدن با سرعت زیاد از بهترین خاطرات و تفریحات در زندگی سگ هاست. برای بیشتر سگ های چاق، حتی 10 دقیقه پیاده روی هم مشکله و به نفس زدن می افتند. روزهای اول باید به بررسی سلامتی و توان سگتون برای فعالیت توجه کنید. اگر که سگ شما انرژی زیادی داشت و زیاد پیاده روی کرد، که با خیال راحت می تونید ادامه بدید. اما اگر بعد از 20-30 دقیقه سرعتش کم شد، شاید خسته شده باشه. در این صورت به جای اینکه به جلو قدم برداره، نفس میزنه و بیشتر به اطراف نگاه میکنه و ممکنه شروع به بو کشیدن دور و برش بکنه. بنابراین به سمت خانه حرکت کنید و قدمهای حیوان رو بررسی کنید. آیا گامهاش آهسته تر شده یا اینکه همون گامهای قبلی رو تکرار میکنه؟ اگر او سرعت رو کم کرده، یعنی خیلی راه رفته و دفعه بعد باید کمتر پیاده روی کنه. مسافت برگشت به خانه رو هم در نظر بگیرید تا در مسیر برگشت بهش فشار نیاد. علاوه بر این که باید فاصله آهسته تر شدن قدم های سگتون رو محاسبه کنید، باید بعد از رسیدن به خانه به رفتارهاش هم توجه کنید. اگر مدام آب می نوشه و به محل خوابش رفته و ولو شده، یعنی خیلی بهش فشار اومده و ازش زیادی کار کشیدید. اگر در طول پیاده روی لنگ لنگان راه می رفت یا بعد از استراحت لنگ می زنه هم به این دلیله که خیلی راه رفته و براش زیاد بوده. پس دفعه بعد زمان پیاده روی رو کمتر کنید. البته با توجه به میزان پیاده روی، رفته رفته تحمل سگ بیشتر میشه. مثل انسانی که سالهاست تمرین نکرده و یک دفعه میخواد وارد مسابقه بشه. پس اگر سگ شما برای مدت طولانی حرکت زیادی انجام نداده، نباید به پیاده روی طولانی ببریدش. سعی کنید به مرور زمان تمرینات رو افزایش بدید و هر هفته و یا هر روز هم تکرارش کنید. با تقویت بنیه سگ به صورت تدریجی و تقویت حیوان از نظر جسمانی در زمان پیاده روی احساس درد یا صدمه بدنی نخواهد داشت. اگر سگ شما پیر هستش و در هنگام پیاده روی نشست و به کمک نیاز داشت، یک کمی صبر کنید و از بند قلاده برای بلند کردنش استفاده کنید. مراقب باشید که فشار زیادی به سگ وارد نکنید، چون ممکنه شکم یا پشتش آسیب ببینه. حتما
یه قلاده خوب کتفی یا تنی براش بخرید. قلاده های گردنی در زمان پیاده روی فشار زیادی رو به گردن حیوان وارد می کنن که براش آزاردهنده است. اگر قلاده مناسب ندارید و خونتون حیات هم نداره و یا سگ شما شرایط جسمانی خوبی نداره، روی فعالیت هایی با تأثیر کمتر از طریق توپ یا اسباب بازی های مخصوص سگ ها تمرکز کنید تا سگتون بتونه در هنگام بازی در سراسر خانه راه بره و تحرک داشته باشه. اگر مطمئن هستید که سگ شما 30 دقیقه بدون مشکل میتونه پیاده روی بکنه، حداقل 150 دقیقه در هفته اون رو با تمرین کردن مشغول کنید. متاسفانه اکثر ما سرمون شلوغه و کار داریم و نمیتونیم وقت کافی برای حیوان خونگی خودمون صرف کنیم. اگر از لحاظ مالی امکانش هست، فردی رو برای تمرین دادن و به پیاده روی بردن سگ استخدام کنید، چون حداقل روزی 10 تا 15 دقیقه لازمه که سگ در فضای باز و آزاد تحرک داشته باشه. شاید دوست یا همسایه‌ای داشته باشید که علاقه به سگ شما داشته باشه و داوطلب باشه هفته چند ساعت با حیوان شما وقت بگذرونه، پس به این گزینه هم فکر کنید. مسلماً اگر سگ از لحاظ روحی و روانی حال خوبی داشته باشه و باهاش بازی کنید، از سلامتی جسمی بهتری هم برخوردار خواهد بود. اگر در منطقه گرمسیری زندگی می کنید، بهتره که صبحای زود یا غروب و شب سگ رو بیرون از خونه ببرید تا گرما زده نشه، چون بدن سگ ها تحمل هوای گرم رو نداره و خیلی زود دچار کم آبی و گرما زدگی می شه. هنگام گردش و پیاده روی حواستون به سگ‌های ولگرد و خیابونی باشه. اگر واکسینه نشده باشن، باید از نزدیک شدن اونها به حیوان خونگی خودتون جلوگیری کنید. معمولاً گوش سگ‌های ولگرد در شهرهای پیشرفته توسط شهرداری علامت گذاری میشن که نشونه انجام واکسیناسیون اونها و سلامتی اونهاست. پس در مواجهه با این سگ‌ها نگران نباشید. اگر طول سگ تازه متولد شده به سرپرستی گرفته اید هم تا قبل از کامل شدن اولین دوره واکسن‌هاش نباید از خونه بیرون ببریدش تا مشکلی برای سلامتیش پیش نیاد. معمولاً سگ‌ها از تنها بازی کردن در حیات خونه لذت زیادی نمیبرند. برای بیدار کردن محرک‌های حسی اونها نیاز هستش که پیاده روی و گردش ببریدشون تا هم تمرین بدنی داشته باشن و هم ذهنشون تحریک بشه. اونها عاشق محیط بیرون هستن، بو میکشن، ورجه ورجه میکنن و با مردم و سگ‌های دیگه ارتباط برقرار میکنن. با یه گردش ساده خیلی از نیازهای سگتون برطرف میشه. وقتی برای پیاده روی بیرون میرید، حتما آب به همراه ببرید، خصوصا وقتی هوا گرمه. اسباب بازی هم براش ببرید و بازی های مختلف رو با حیوان تمرین کنید و بهش یاد بدید که در فضای بیرون هم از شما فرمان ببره. اینطوری هم به مهارتاش اضافه میشه و هم در حین پیاده روی بهش خوش میگذره. اگر جلوتر از سگتون راه برید، حیوان شما رو به عنوان هدایت کننده میشناسه و برعکس اگر سگ جلوتر از شما حرکت کنه، او هدایت کننده خواهد بود. سگ ها هم مثل انسان ها اهل روزکاری هستند و صبح ها بهترین وقت برای بیرون بردنشونه. وقتی به خانه رسیدید هم باید کاری بکنید که همچنان از شما پیروی کنه. مثلا صبورانه منتظر بیسته تا قلادش رو باز کنید یا کفشاتون رو در بیارید. اگر بعد از پیاده روی به سگتون آب یا غذا بدید، مثل اینه که بهش اجازه دادید برای آب و خوراکش کاری انجام بده و این حس خیلی خوبی داره.